آقای معتم راستی از فیلم شما چه خبر چند ماهی توی ارشاد معطل بود حذفیاتی که خواسته بودن خیلی زیاد بود یعنی با فیلم بی مووی مشکل دارن؟ من فکر نمیکنم کنم اونا اصلا متوجه بی مووی باشن خب مشکلشون با چی بود بس؟ با دیالوگ ها، موقعیت ها، چیزای خیلی زیادی نمیدونم شما این اصطلاح رو بتونید اینجا پخش کنید ولی بهش میگن انبازی با بند بازی تعادلشون رو حفظ میکنم. معلوم بود تکلیفش با فروش و تماشا چی اینا چطوره یعنی ما که فکر نمیکنیم کنیم فیلم بتونه بفروشه یه بازیگر دیگر, دیگر سرچ کردیم یکی از فیلم آقای اومد آقای معتمن نگاه کردیم خودش دیگه <applause> فیلمنامه یه ویژگی که داشت اینه که روی خط باریکی حرکت میکنه از واقعیت و انتظار دوز غیر واقعی بودنش هی قلیستر میشه لحن فیلمشو پیدا کرده سبکشو داره من حتی موقع کار هیچ وقت نرفتم پشت مانیتور کارگردانی <applause> فیلم <applause> نتیجه خود زمان فیلم برداری نیست به نظر من حاصل یک زیستیه و یک سلیقه که سالها شکل میگیره موسیقی نداره حرکت دوربین وجود نداره تختیه خیلی زیاد وجود نداره کلا فیلم به یه گرمایی هم نیاز داره دیگه که بکشه به هر حال تماشاگر خودش اگه شما با کیف من نگاه فیلم خیلی هم به نظر بله از یه طرف فیلم های به قول خودم در پیت علاقه من داشتین از یه طرف آوانگارد و گودار سینمای مدرن کمتر متکی به بازی با حس و غریزه تماشاگر انتظار شیطنت بازیگوشی مشنگی و تنز رو داره حتی مشنگی رو کمتر داره کارکتر معصومه رو کمی مشنگ ببینیم نه؟ برازم میشه کارکتر فیلم نام همون کاری رو کردم که تو کلاس های بازیگریم درسش میدم در واقع همون نصیحتیه که جان وین کرد بازی کردن در واقع فقط اینه که بتونی خوب واکنش نشون بدی بشنوی و نگاه کنی و اون که در اطرافته بهش واکنش نشون بدی و همین و خیلی هم تو دست و دای دیگران نباشی معتقدم که تو هیچ وقت به یه کاراکتر دیگه ای نمیتونی تبدیل بشی تو همیشه خودتی وجوه این پدر هم باش مشترکم بعضی چیزاشو ندارم مثلا من بازنشسته نیستم <مسفر> <مسفر> یه هم نیاوردی تو خونه که <مسفر> <تصف> خیلی برام تازه بود تماشاگر حتی تماشاگر این نو مثلا از یه بار ببینه فیلمو من برام مهمه که واقعا آدما نخوان بازی کنن نخوان دیده بشن ابهام که به حال جوهر هنر مدرن است توی این هم وجود داره کششی هم به حال باید برای تماشاگر داشته باشه من خودم فکر می‌کنم فیلم خیلی فیلم ساده ایه ولی با های سینمایی ما نمیخونه آسرو نکنه برای تماشاچی که حالا ببین چی شد یا گروگان بگیره یه جای احساساتش و اینا رو مسئله اصلی این فیلم سوال اسپینوزاست که میگه چرا آدم‌ها با چنان جدیتی و چنان تحوری برای بندگیشون می جنگن که انگار دارن برای رهاییشون می جنگن چرا الزامن دیدن فیلم باید خوش بگذره؟ میتونه سخت باشه میتونه سخت باشه چرا سخت باشه؟ چرا نباشه مگه خوندن مثلا اول خشم حیاهو آسونه اونم برای یه نوع سلیقه باید لذت بخش باشه نباید عذاب آور باشه نه, نه چرا به نظر منی از به صلیقی منی اول همین جملات به نظر من داره توش همش به نظر من داره <applause> آره همش اگر بخوام یک کمدی بسازم همین الان پیشنهاد دارم در شرایط فعلی ته قلبم اینه که دارم نمیخواد الان کمدی بسازم کمدی ها ساخته میشن و از اون طرف فیلم هایی که معروفن به فیلم های ارگانی یه کمی قمگین هم توی سال های یه کمی ناامیدم احساس میکنم تو داریم زندگی میکن. نباید به این احساس پا داد باید باش جنگید. بعضی ها میدونیم که با بند تعادلشون رو حفظ میکنن و قرارشون رو در این روزگار ما امروز میخوایم در مورد خاطرات یک بند باز صحبت کنید آقای حامد رجبی کارگردانی کردن یکی از مشخص مهم این فیلم حضور آقای فرزاد معتمن به عنوان بازیگر یکی از نقش‌های اصلی این فیلم بود اصلا این فیلم نامه رو اصلا اون اول که آدم دست می‌گرفت من که نوشتم چه تهیه کننده که معلوم بود تکلیفش با فروش و تماشا و چی اینا چطوره یعنی ما که فکر نمیکنیم فیلم بتونه بفروشه یا پول مسئله اصلی اینه که آدم خوشحال میشه کسی که مخاطب این سینماست فیلمو ببینه این فیلم دومتون 8 89 سال بعدش ساختین چرا اینقدر فاصله افتاد یکی که درساج رو نوشتم که کسی دیگه قرار بسازه اون خود میگم یک سال خورده اونجا وقت گرفت یه کار دیگه گرفتم نشد یه کار دیگه نوشتم که پول پیدا نشد یه کار دیگه نوشتم که همینجوری یه سال و دو سال و یه سال بزنم کنارم همین شش هفت سالی میشه که زندگی فیلم ساز این مثل شما چجوری میگذره من تیزر میساختم این وسط تو هر جو این کلی پیرمرد پولدار پیدا چرا کردی به اون شاید هم خاطر اون اینجا نیستیم پس به خاطر چی اینجا؟ این... اینجا نمیشه راحت حرف زد چرا مثلا بیرون با هم یه قراری نذاریم یه کافه ای جایی خب بعدش چی؟ خیلی عجله داری؟ اون وقت تو از من خوشت میاد یا میخوای حال باباتو بگیری؟ آقای معتمه ما خیلی جالبه که شما را در مقام بازیگر میبینیم چه جوری انتخاب شدن حالا آقای مطمئن خب <applause> استاد من بودن تو دانشگاه یه جای دیگه داشتیم میگشتیم بین همه آدما تو این گشتنا یه جایی مثلا یه بازیگر دیگر رو سرچ کردیم یکی از فیلم‌های آقای او اومد آقای مطمئن نگاه کردیم و اصلا خب خیلی خوبه که خودش دیگه <applause> سمیرا گفت آقای بازی نمی‌کنه حالا ببینیم چی میشه دیگه تلاش خودمون رو بکنیم حتی شناختی که ما از آقای معتمد داریم که اهل تجربه گری هست آقای معتمد شما به عنوان کارگردان اگر که همین فیلمنامه خاطرات بندباز باز به دستون میرسید میخواستیم بسازیم چه جوری میساختین این فیلمو واقعا بهش فکر نکردم چون من خودم رو گذاشتم در اختیار پروژه و اون چیزی که حامد میخواد بسازه من یک نگرانی داشتم و اون اینه که نکنه مثل درام های اجتماعی ساخته بشه چون اصلا در نمی اومد ولی وقتی رفتیم چون سه چهار روز تمرین داشتیم با دوربین تو لوکیشن و دیدم که حامد داره روی لوکیشن کار میکنه لوکیشن براش خیلی مهمه یه کرکتره روی زوایای مختلف خونه داره مکس میکنه قاب‌های خالی از کرکتر میگیره با خونه بیخودی دوربین رو حرکت نمیده پلان‌ها رو بیخودی کات نمیکنه با یه ریتم آرامتری داره میره متوجه شدم که نه چون فیلمنامه یه ویژگی که داشت اینه که روی خط باریکی حرکت میکنه از واقعیت و انتظار نه دقیقا اینه و نه دقیقا اونه و بند بازیش همینه اصلا و شاید بند بازیش بتونیم بگیم همینه من خیلی نگران بودم که آیا توی اجرا هم این اتفاق میفته نه غلط طرف واقع گرایی نابود میشه و خوشبختانه تو اون تمرین خیالم راحت شد یعنی احساس کردم که خوب میدونه چی کار داره میکنه لحن فیلمش رو پیدا کرده سبکش رو داره و من حتی موقع کار هیچ وقت نرفتم پشت مانیتور یه لحظه ای از فیلم رو ببینم من خیالم راحت بود میدونستم که خیلی خوب در اتفاق میفته به نظر من فیلم فیلم خیلی سنجیده و معلومه که تمام جزئیاتش حساب شده است و کار شده است به شکل خیلی آهسته دوز غیر واقعی بودنش هی قلیستر میشه قلیستر میشه که تا آخر دیگه به اوج خودش میرسه یک وضعیت بحرانی توی این موقعیت داریم میبینیم ما ولی پرداختش پرداخت بحرانی از اونجوری که تو سینما تجربه کردیم و میشناسیم نیست و منو خیلی یاد فیلم های اروپای شرقی میندازه این آرام آرام بودن و سکونی که وجود داره مثلا ما بیشتر لانگشات شات میبینیم ما به ندرت نمای نزدیک اصلا میبین. نمای بسته ای که دست تماشاچی رو میگیره و بهش توی احساساتی که باید داشته باشه کمک میکنه رو خیلی نمیپسندم یعنی یه ذره دموکرات به نظرم اینه که میدیوم شات و لانگ شاته که میذاره تماشاچی انتخاب بکنه که چطوری ببینه و درگیری حسی خیلی قوی پیدا نکنه کارگردانی فیلم نتیجه خود زمان فیلمبرداری نیست به نظر من حاصل یک زیستیه و یک سلیقه که سالها شکل میگیره اون سلیقه موقع فیلمبرداری برداری خودش رو نشون میده شما اونجا فقط باید به اندازه کافی دقت بکنین وقت بذارین تا بتونین درست اجراش بکنین چون اون جهانه دیگه اونجوری دیده میشه برای شما کارگردان بازیگرا اصلا نوع کاری که کردین یه حالت بتی داشته باشن هیچ حسی توی چهره ها توی نگاه ها دیدن موسیقی نداره حرکت دوربین وجود نداره تقطیع خیلی زیاد وجود نداره هیچ وقت نگران نیستین که این نوع فیلم ساختن فیلم رو از گرما بندازه کلا فیلم به یه گرمایی هم نیاز داره دیگه که بکشه به هر حال خودش کاری که شما میکنین انگار که عمدن ضد هیجان میخواین رفتار بکنید، فرق مثلا یه آدمی که در قطب شمال زندگی میکنه با آدمی که در خط استوا زندگی میکنه اینا رو اگه بیاری وسط را با هم برسونی اون گرم میشه اون سردش ولی یه جا زندگی میکنن من با کیف میشنم آکرمن نگاه میکنم میدونیم؟ اگه شما با کیف آکرمن نگاه کنی این فیلم خیلی هم به نظر با <applause> من با کیف میشنم گدار نگاه میکنم و اگه گدار رو کیف میکنم اینجا به نظرم میرسه که خیلی هم گرم شد فکر میدونی این واقعا آره شما از قطب شمال اومدید آره دیگه احساس رو خیلی شما چی آقای معتمن شما که البته همونجوری که خودتون گفتین از یه طرف فیلم های به قول خودتون در پیت علاقه من هستین از یه طرف آوانگارد و گدار من در این حال فیلم نوارای امریکایی رو دوست دارم به شدت ولی اصولا من فکر می کنم که سینمای مدرن کمتر متکی به بازی با حس و غریزه تماشاگریه. سینمای مدرن یک جور ارتباط خردمندانه تری با تماشاچیش داره و بیش از اون که بخواد قصه ای تعریف کنه ایده ای رو گسترش میده و به همین خاطرم تماشاچی فیلم مدرن از پیش میدونه که با چه جور چیزی رو و انتظار احساسات قلیز و اینها رو نداره ولی انتظار شیطنت بازیگوشی مشنگی و تنز رو داره من فکر میکنم که فیلم حامد هم تا حدودی داره حتی مشنگی رو کمتر داره کمی میتونیم کاراکتر معصومه رو کمی مشنگ ببینیم نه؟ به نظر میشه کاراکتر فیلم نام نویس رو مثلا مثلا جایی که جایی که پسر میر سعید بهش میگه که خیلی دوست داری اینجوری به نظر بیاد که از یه سیاره دیگه ای اومدی جوابش خیلی ساده منطقی و در این حال مشنگه میگه چرا اونجا مگه میرن تو خونه هم دیگه زندگی میکن این اون چیزیه که فیلم مدرن داره توی دیالوگا دار اصلا خود دیالوگا بعضی وقتا میگم حالت ابسوردی پیدا میکنه که به مشنگی میزنه از نظر فرم اینقدر چیزه اینقدر جدیه که آدم فیلم کنه ای واقعا یه همچی دیالوگی الان برگذاشت و توی فیلم اینقدر جدی من یه چیزی دارم میگم آدم اگه یه کاری یه مدلی شروع میکنه باید تهش بره یعنی اینکه این فیلم نامه رو برداری بعد به این فکر کنی که نشد که خیلی جدیه خیلی سرده خیلی فلانه بعد بیام تو اجرا گرمش بکنم خب از اول میری یه فیلم نامه متدلتری کار میکنی دیگه اگر که این فیلمنامه تصمیم میگیری که کار بکنی به شکل صد درصد و رادیکال و افراطی به مختصات فیلمنامه میشه پایبند موند و با همون فرمون رفت جلو دیگه دونه. این نوع سینمای مورد علاقه شماست دیگه بله و یعنی ممکنه مثلا فیلم سوم چهارم پنجم مثلا یه جوری دیگه فیلم بسازین در کارگردانی آره که تو هر فیلمی بتونم زبان بسری اون فیلم کشف بکنم به جای اینکه فکر بکنم زبان بسری من چیه و لحن من چیه و اونو به هر فیلمی تحمیلش بکنم اینا که شما گفتین یاد روی افتادم با این سلیقه خاص چیز که اونم تیزر تبلیغاتی می‌سازه و فیلماش اصلا فیلم های خیلی متفاوتی با آره، ولی واقعیتش اینه برای یه قسمتش هم هرفست دیگه یعنی شما دکوپاج دیگه اگه کسی میخواد همون جایی که هست بمونه باید مثل تو باشه ولی اگه بخواد پیشرفت کنه باید یه جور دیگه باشه آره خب اینجوری هم میشه ولی یکم خطرناکه چون ممکنه به جایی که پیشرفت کنی همون جایی هم که داری به باد بدی خودتم اینو خوب میدونی سرکار تباس جمعه تو خونه در اگر که شما کارگردان بودین از بازیگر نقش پدر و بقیه همینجوری بازی میگرفتین من در واقع همون کاریو کردم که تو کلاسای بازیگریم درسش میدم اصلا یه شاید یه وسوسه ای که بود برای اینکه حالا یه بارم که شده بازی کنم برای این بود که اون چی که درس میدم و اون چی که تو فیلم های خودم با از بازیگرام انتظار دارم و یه بار خودم انجام بدم ولی من واقعا بازیگر نیستم کاری که میکنم خیلی کار ساده ایه در واقع همون نصیحتیه که جان وین کرد جان وین گفتش که بازی کردن در واقع فقط اینه که بتونی خوب واکنش نشون بدی بشنوی و نگاه کنی و اون چیه که در اطرافت بهش واکنش نشون بدی و همین و خیلی هم تو دست و دای دیگران نباشی <applause> من اصلا اینو تدریس میکنم و همین رو میخوام برای من جانوین یه الگویه یه الگوی کامله یه بازیگر کامله من همون کار کردم معتقدم که تو هیچ وقت به یه کارکتر دیگه ای نمیتونی تبدیل بشی تو همیشه خودتی دلیلی هم که منو انتخاب کردن اینه که اینا این تیپ رو میخواستن در نتیجه من خودم هم خیلی از وجوه این پدر رو هم باش مشترک هم. من هم شست و خوری سالم من هم یک پسر بزرگ دارم بعضی چیزاشو ندارم مثلا من بازنشسته نیستم یا قوق بگیره دولت نیستم آره یه خانومی هم تو خونه که نه من این کار هیچ وقت نکردم و <applause> خیلی برام تازه بود من فقط میرفتم سر صحنه و حتی دیالوگ ها رو کامل حفظ نمیکردم. اگر حامد یادش باشه تو یکی دو تا صحنه دیالوگا رو نوشتم یه جایی نزدیکی ها گذاشتم که اگر یادم رفت یه نگاه بش بکنم مثلا به در یخچال که یه نگاه بکنم من فقط میرفتم و معصومه و میرسعید بازی میکردن دیالوگاشون رو میگفتن و من به اون چی که میدیدم و اون چیزی که میشنویدم واکنش خودم رو نشون میدادم اون چی که خودم به طور طبیعی بهش واکنش نشون میدم چون فکر می حامد هم همینو میخواست و این اتفاقا خیلی حسن داشت برای اینکه در این حال باعث شد که دیالوگام رو مکانیکی نگم چون اونا که دیالوگ میگفتن من تا زیاد دیالوگ خودم میافتادم برام زنده میشد شما وقتی تو زندگی واقعی دیالوگ میگیم چیزی میگیم بهش فکر میکنیم یه مشکلی که من با بعضی از فیلم ها دارم میگه بر بر بر, 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 بر. <تصفح> این فکر <فیلم> میکنم <تصفح> پس یعنی دیالوگ مثلا فیل بدا هم داشتیم به این چون... نه نه اصلا هیچ چیزی رو عوض نکردیم هیچ... همون دیالوگ اجازه میدادم یادم بیاد بیا ممکن بود یک کلمه این ور یا اون ور بشه در این حد ولی سه تا بازیگر سه تا کارکتر اصلی داریم که اینها قرار نیست به مفهوم رایجش بازی کنن توی این میون آقای می مولویان این هم مثل بقیه و مثل بقیه کاراکترها قرار هست که هیچ حسی چهره و نگاهش نداشته باشه مثلا چطور آقای مولویان انتخاب ببین میر خب واضحا من بازیش تو تومان به نظرم یکی از بهترین بازی های -20 سال اخیر ماست معصومه هم توی فیلم تارا دیده بودمش که نشاهرامم هم همینطور و کاوه به هم گفتش که خیلی آدم پاک ها رو در واقع دلش می برای نقشش و کارش و ایناس. و وقتی با هم قرار گذاشتیم من برام مهمه که واقعا آدما نخوان بازی کنن، نخوان دیده بشن. هم میرسید هم معصومه هر دوشون براشون خیلی هم هیجان انگیز بود اتفاقا این که چقدر خوشحالیم ما که قرار یه جایی باشیم که از زمان نمیخوام بیشتر بازی کنیم یا از زمان میخوان کمتر بازی بکنیم هیچ کاری نکنیم فقط بفهمیم چه اتفاقی داره میفته یعنی بیشترین انرژی من توی تمرین ها و اینا اینه که بف... موقعیت ها رو بفهمیم و آدم ها رو بفهمیم بعد هیچ کاری نکنیم اگه به اندازه کافی خوب فهمیده باشیم بدنمون خودش شروع میکنه واکنش نشون دادن به موقعیته ب ما تو زندگی واقعیمون هم همین جوریم مثلا اگه الان شما فکر کنید من دارم دروغ میگم من از نگاه کردم به شما نمیفهمم که شما فهمیدین من دارم دروغ میگم چهرهتون واقعا تغییری نمیکنه ولی ما تو سینما عادت کردیم که بله اگر کسی حتما باید تغییر این اصلا این, این, که هیچ جای زندگی اتفاق نمیفته این سینما چیز شده که هر چیز رو همون لحظه ما باید نشون بدیم این اگه پدر جلو پسر یعنی پسر جلو پدر میخواد یه کاری کنه که دختره بره یه یه جوری برخورد نمیکنه که این پدر به فهمین داره بهش دروغ میگه مسخره کرد فقط تو هتل ساعت شیش صبح زنگ میزنه که در براشون باز کنم تو که دیگه باید اینها رو خوب بشنسی نمیفهمی یا رو کلا برداره من اینها رو خوب میشناسم این مثل بقیه نیست چه؟ نکنه عاشق شدی؟ نخور دیرم شده فیلم که شروع میشه اولش با اون دیالوگ که رد و میشه بین پدر و پسر به نظر میاد که میخوایم فیلمی درباره مثلا شکاف نسل ها تقابل والد و فرزند بعد یه دفعه اون دختر که وارد میشه انگار که موقعیت ملودراماتیک حتی ببینیم پسر میخواد خونه رو حفظ بکنه دختر میخواد مثلا یک سوء استفاده بکنه تا آخر هم هیچ کدوم از این چیزها به هیچ نتیجه نمیرسه ابهام که حال جوهر هنر مدرن هست توی این هم وجود داره چجوری میخواین همچین ایده ای همچین موتیفی رو توی فیلمتون بیارین که این کششی هم به حال باید برای تماشاگر داشته باشه حتی تماشاگر خاص این فیلم من خودم فکر کنم این فیلم خیلی فیلم ساده ایه هیچ جایی نیستش که شما اتفاقی که داره میفته رو نفهمید ولی با عادت های سینمایی ما نمیخونه همینی که میگین عادت های سینمایی ما میگه که اگر این دختر میآید پس باید فلان شود این عادت ها رو بهش پا نمیده یعنی که میذاره که به نظر من یه ذره روند طبیعی شد طی بکنه آسرو نکنه برای تماشا چی که حالا ببین چی شد یا گروگان بگیره یه جای احساساتش و اینا رو مسئله اصلی این فیلم سوال اسپینوزا است که میگه چرا آدم ها با چنان جدیتی و چنان تحوری برای بندگیشون می جنگن که انگار دارن برای رهاییشون می جنگن. بودن این دختر از هر نظر برای پسر خوبه چرا نمیخواد چرا حاضر دوباره همه چیز به اون شرایط قبلی برگرده ولی آخه مسئله این که هیچ کدوم از این احساساتی اگر احساس گذاشت که نشون میدن هیچ کدومشون سراحت نداره یعنی تمام چیزی که ما از هر کدوم از اینها میبینیم و بعد در بودش فکر میکنیم مطمئن نیستیم که این چیزی که داریم فکر همین جوریه زندگی همینه هم. ببینین ما سینمای دروغی به ما میگه میگه من از روی زندگی ساخته میشم ولی واقعیت اینه که سینما خیلی خدایی عمل میکنه و زندگی شروع میکنه از اون الگو گرفتن یعنی ما اگه به اطرافمون نگاه بکنیم همین شکلیه یه نکته ای که تو فیلم وجود داره این عدم قطعیت همونجوری که ما در مورد هر چیزی همه چیزی میبینیم میشنیم یه نکته های آش، اشاره هایی ولی مطمئن نیستیم از یه جایی به نظر میاد قرار است از اینجا اسواب کشی بشه اینجا تخلیه بشه ولی هیچ چیزی ما در مورد این مطمئن نیستیم قطعیت نداره و هیچ چیزی رو شما روش تأکید نمی کنید. یعنی ما هیچ نمای درشتی از هیچ کدوم از این جزئیاتی که وجود داره نمی کنید نظرم از اون فیلم هایی هست که تماشاگر حتی تماشاگر این نوع فیلم از اونایی که باید مثلا میشه از یه بار ببینه فیلمو تا بعضی از جزئیاتش رو بگیره اصلا من فکر میکنم مثلا هیچ ایرادی نداره ما با همون احساسی یه فیلمی رو ببینیم که یه رمان رو میخونه چرا الزاما دیدن فیلم باید خوش بگذره میتونه سخت باشه مثلا بالاخره ما و همه آدمای همه جای دنیا میتونه سخت باشه چرا سخت باشه چرا نباشه مگه خوندن مثلا اول خشم و آسونه اصلا مگه دیدن آکرمن حتی مثلا اون فیلم ها نه اونم برای یه نوع سلیقه باید لذت بخش باشه نه باید آور باشه نه, نه. لذت ب... لذت بخشه ولی کار میبره آره. اگه من میشینم آکرمن محلی. نگاه میکنم اگه کسی میشینه فاکتر نگ... میخونه منظورم نیستش که این فیلم در اون حد ولی آدم کوه میرن با سختی تمام و به بالا که میرسن کیف میکنن و هفته بعد دوباره میرن خب آره. در نهایت لذت بخش معلومه باید باشه آره, با. آره. اگر که ته شما لذت نبرین بره فیلم اشتباهیه حتی فیلم نمیدونم هارور هم که مردم نگاه میکنم خب آره، یه آره در نهایت باید این اتفاق بیفته ایرادی نداره فیلمی داشته باشیم که اگه حواستون پرت بشه مجبور بشین که برگردین از اول نگاش بکنین برای من میتونه بشه به حال دارین سینما آره مورد علاقه خودتون آره آره حتما یعنی یک به نظر منی به سلیقه منی اول همین جملات به نظر من داره توش همش به نظر من داره آره بله. همش یعنی برای من این شکلیه ما اینجا هیچ چه دور نمیریزیم پسرت هم دور نمیریزه؟ ما الان نمیفهمه خونه که بگیره همه اینا به دردش میخوره لازم نیست چیزی بخره الکی نگهشون بشتی هیچ کدوم از اینا رو با خودش نمیبره تو که بمیری همش رو میداش خالی آقای راستی از فیلم شما چه خبر فیلم شبگرد شبگرد پارسال به ماه پروانه نمایش گرفت یه چند ماهی توی ارشاد چیز بود معطل بود چون تعداد بعد از پروانه نمایش قبل Uh, چون uh, تعداد اصلاحاتی که خواسته بودند و حذفیاتی که خواسته بودند خیلی زیاد بود و چون فیلم از, از مدل فیلم های گرید بی تبعیت میکنه مثل اونها هم یه فیلم هشتاد دقیقه ایه. چون این نوع فیلم ها رو دو فیلم با یک بلیت نمایش میدادند و مدت نمایششون هیچ وقت از 80 دقیقه بیشتر نبود یعنی با فیلم بی مووی چیز دارن مشکل دارن خب من فکر نمی کنم. اونا اصلا متوجه بی مووی باشن. خب مشکلشون با چی بود پس با, با دیالوگ ها موقعیت ها چیزای خیلی زیادی بود ما بعضی چیزها رو تعدیل کردیم بعضی دیالوگ ها رو عوض کردیم با اینکه اینا تو فیلم نامه بود ولی یک اختلافی بین یکی از سرمایه گذارای فیلم و گروه تولید و تهیه فیلم مانع از این میشد که ما فیلم رو بتونیم اکران کنیم سرمایه گذار جدیدی فیلم رو کاملا خریده و در واقع یک گروه سرمایه گذاری جدید الان پشت فیلم من. امیدوارم که این فیلم بتونه به زودی اکران بشه گفتین بعضی از کلمات و موقعیت حالا برای اینکه یه از فیلم سازات آشنا بشن با این نگاه ممیزان مثلا میتونید چند موردش رو بگی سر چی مثلا ایراد گرفته بودن یک بازی توی فیلم بین دو تا دختر و دو تا پسر جوون صورت میگیره که نمیدونم شما این اصطلاح رو بتونید اینجا پخش کنید ولی بهش میگن انبازی یه چیزی مثل مشاعره در واقع هر کی هر یه کلمه ای که با ان شروع بشه باید بگه و ای کسی دیگه کلمه ای به ذهنش نرسه سوخته از بازی میره بیرون صحنه طولانی که خیلی پارودیکه مو خیلی شوخیه به کلماتی که در واقع با ان شروع میشد مشکل داشتن خیلی زیاد و اون صحنه هم برای ما اساسی بود کلماتی که با الف و نون شروع و هم صحنه‌ای که خیلی طولانیه و اگر بخواستیم درش بیاریم فیلم به کلی به لازم زمان میریخت به هم حالا اون مشکل حل شد یعنی اون مشکل حل شد فقط کلمه انبازی هست شده که خیلی هم لطف می زدیم چون اون انبازی یه چیزی داشتیه خودش یک پرودی بود شما آقای مطمئن فکر میکنیم با اوضاع فعلی سینما فیلم بعدیتون رو که بسازیم؟ اگر بخوام یک کمدی بسازم همین الان پیشنهاد داره در شرایط فعلی ته قلبم اینه که دلم نمیخواد الان کمدی بسازم به نظرم سینمامون خیلی قطبی شده از یه طرف فقط کمدی ها ساخته میشن و از اون طرف فیلم هایی که معروفن به فیلم های ارگانی به نظرم اتفاق بدی که افتاده توی سالهای اخیر اینه که سینمای ما تماشاچی عاشق و از دست داده سینه فیل ها سینه هستخا. اونایی که واقعا سینما رو دوست دارن اینا دیگه نمیرن سینما فیلم ببینن من تو شرط فعلی واقعا ترجیح میدم که مقاومت کنم و سعی کنم که یه فیلمی اگر نه اون چیزی که خودم خیلی دوست دارم لاغر یه چیز بینابینی تری رو کار بکنم به نظرم میاد ما توش دوران بسیار سختی رو داریم میگذرونیم و خطرناک هستن این دوران مگر اینکه دیگه کارت با سخون برسه یکی از کومیدی ولی واقعا ته قلبم اینه که شما یه بار کومیدی هم ساختین دیگه دو بار دو بار پوپک و ماشالله چشم و گوش بسته چشم و گوش بسته بله ولی در شرایط فعلی نمیدونم چی پیش بیارم. من یک کمی قمگین هم توی سال های اخیر یعنی یک کمی ناامیدم و احساس میکنم تو مه داریم زندگی میکنیم شما آقا رجبی شما هم قمگین و ناامیدین؟ فکر کنیم کی نیستش آره ولی تو فکر میکنم نباید به این احساس پا داد باید باش جنگی